به نام خدا، من سعید حسامی تکلو هستم، مدرس بیوفیزیک، در خدمت شما هستیم. خب طبیعیه که اول کار وقتی میخواییم که درس رو شروع کنیم ما یه طبقه بندی کلی داشته باشیم از محتوایی که این درس و این دانش بیوفیزیک داره، ولی قبل از این که اصلا بخواییم وارد جزئیات درونی خود دانش بیوفیزیک بشیم، چیزی که لازمه در موردش صحبت بشه در ابتدای کار اینه که ما اول به این نتیجه برسیم که بیوفیزیک ماهیتاً، چیزی که تحت عنوان بیوفیزیک در موردش میخوایم صحبت کنیم، ماهیتاً چیه. عنوان ممکنه به نظر خیلی ساده بیاد، یعنی ما تصور داشته باشیم که خب فیزیک زیستیه، ولی ما دو جور نگاه میتونیم به این دانش داشته باشیم. نگاه اولی که میشه به بیوفیزیک داشت اینه که بگیم این دانش در واقع بیولوژیکال فیزیکسه، چیزی که ما میتونیم بهش بگیم فیزیک زیستی. از طرف دیگه در نگاه دوم ما میتونیم جور دیگه موضوع رو بررسی کنیم، یعنی بهش بگیم این دانش میتونه از لحاظ ماهیتی فیزیکال بیولوژی باشه، در واقع زیست شناسی فیزیک. فیزیک زیستی یا بیولوژیکال فیزیکس فیزیکیه که به بررسی پدیده های زیستی میپردازه. از لحاظ پدیده هایی که در این دانش بررسی میشه، پدیده های شبیه پدیده های معلوف و تکراری و عادی فیزیکن. انتقال گرما، انتقال جرم، سرعت، اصطکاک، شما اینجا چیز جدیدی از منظر فیزیکی نخواهید داشت. فقط میان همون پس مسائل فیزیکی رو که قبلا در موردشون اطلاعاتی ممکنه داشتین در سیستم‌های زیست شناختی بررسی می‌کنید. ما سرفصلی تحت عنوان فیزیک زیستی در حال تدریس در دانشگاه‌های کشور نداریم، ولی خب شبیه این رشته در حوزه پزشکی ما رشته و درس و ساختاری رو داریم به نام فیزیک پزشکی، که اگر به سرفصلش نگاه کنید مثلا می‌بینید ما اونجا در مورد انکسار حرف می‌زنیم، عین درس انکسار نور، ولی این بار پرداختی که ما خواهیم داشت مثلا به عیوب انکساری و چشم و اصلاح اون و عینک و دیوپتر و امثال اون هاست. اما درس ما با عنوان بیوفیزیکس در واقع مطالعه کردن زیست شناسی از منظر فیزیکی. شما در طول این درس خواهید دید که ما به کرات میریم سراغ همون پدیده های بنیادی که از ابتدای زیست شناسی تا پیشرفته در این سطوحش، از سطوح مولکولی تا سطوح عمل کردی مطالعه کردیم، ولی ما اینجا میایم در مورد دلایل فیزیکی که پشت این ماجرا قرار گرفته صحبت خواهیم کرد. میتونیم یه جور دیگه در مورد این موضوع صحبت کنیم. ما در بیوفیزیک میایم و به دقت به استراکچر، چیزی که به نام ساختار ازش یاد می‌کنیم، استراکچر سیستم‌های زنده می‌پردازیم. منظور من از سیستم زنده کوچکترین مولکول‌های زیستی حتی آب تا بالاترین سیستم‌های زیستی، یعنی یک موجود زنده که این وسط شما می‌تونید سلول‌ها، مولکول‌های زیستی درشت و امثال هم رو جا بدید. ما با این استراکچر بنا داریم به یه دیدگاه دقیق برسیم. از چی؟ از عملکرد سیستم. یعنی فانکشن سیستم همواره معلول استراکچر سیستمه و ما یک ارتباط دو طرفه بین این استراکچر و فانکشن برقرار میکنیم و در سطوح مختلف میایم در موردش صحبت میکنیم. یه جور دیگه ما میتونیم در مورد بیوفیزیک صحبت کنیم. ببینید، اگر ما یک تعریف کلی داشته باشیم از حوزه ای از علوم که ما تحت عنوان علوم پایه میشناسیمشون، چیزی که ما بهشون میگیم basic sciences، میتونیم برای این علوم به طور کلی سه وجه قائل بشیم. فقط برای اینکه بتونیم موضوع رو راحت تر توضیح بدیم، شبیه یه مثلث، و اینطور میتونیم بگیم که قاعده این مثلث، اگر این سه تا ضلع مثلث بخوان بشن سه تا دانش اصلی بنیادی، قاعده این مثلث از یک سو ریاضیات و از سوی دیگه فیزیک. این مثلث دو تا ضلع دیگه داره، یعنی دو تا دانش دیگه هم همزمان میتونن اضافه بشن به حوزه‌ای که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. ضلع دیگه این مثلث که ضلع بسیار مهمی هم هست در واقع شیمیه، و ضلع سوم زیست شناسی. این سه تا دانش زیست شناسی، شیمی و ریاضی و فیزیک، که ممکنه در ذهن شما این سوال پیش بیاد که چطور ریاضی و فیزیک یک دانشن و از نظر تعریفی فیزیک ریاضی عملکردیه و ریاضی فیزیک روی کاغذ و تئوریکه، این سه تا دانش بنیادی پایه‌ن.
شما میتونید به این مثلث لایه‌های دیگه ای رو اضافه کنید و هرچی دور میشیم از خود مثلث اصلی کاربردی و کاربردی تر بشیم. به عنوان مثال، مثلا در شیمی دانشی مثل متالورژی که به مواد میپردازه یا مثل مهندسی های شیمی میتونن چند تا از کاربردهای عملیاتی تر باشن. به همین ترتیب شما میتونید به زیست شناسی هم لایه های اضافه کنید، با افزودن لایه ها کاربردی ترش کنید. مثلا مطالعات کاربردی زیست شناسی در سطح مولکولی میتونه یه درجه کاربردی تر برای زیست شناسی به ما دید بده، یا مثلا خود رشته پزشکی با تمام گرایش هایی که داره میتونه از کاربردی ترین سطوح زیست شناسی باشه. به همین ترتیب ما میتونیم ریاضی رو گسترش بدیم، مثلا بریم سراغ محاسباتی که در ریاضی به ما کمک میکنن برای فهمیدن بهتر، یا باز میتونیم از ریاضی کاربردی یا اپلاید ماتماتیکس بریم سراغ حوزه گسترده ای از دانش ها که ما تحت عنوان دانش های مهندسی میشناسیمشون، انجینیرینگ ها میشناسیمشون. این یه راه ساده بود که ما این مثلث علوم پایمون رو به سمت اپلای، به سمت کاربرد گسترش دادیم. اما به نحو دیگه میشه این مثلث رو گسترش داد، به نحوی که در واقع ارتباط بین رشته‌ای برقرار کردن بین این حوزه‌های کاربردیه. به عنوان مثال شما میتونید بین فیزیک و شیمی ارتباط برقرار کنید و در حوزه‌ای به مطالعه علوم بپردازید که هر دو تای اینا رو داشته باشه. به نگاه مشترکی میرسه این قسمت از دانش که هم فیزیک توش مستتره هم شیمی. در واقع ما میخوایم بریم سراغ دانشی که از هر دو حوزه شیمی و فیزیک بهره‌مند، اسمش هم شیمی فیزیکه. یا به عبارت دیگه، به شکل دیگه، شما میتونید حوزه علوم مرتبط بر شیمی رو ربط بدین به علوم مرتبط بر زیست شناسی. انتظارتون انتظار درستیه، وارد حوزه ای از دانش ها میشین به نام بایوکمستری یا بیوشیمی. درس ما وقتی که ما داریم صرف میکنیم در حوزه بین رشته ای یا اینتردیسیپلینری جا میگیره به نام بیوفیزیک، یعنی جایی که ما هم از زیست شناسی و هم از ریاضی و فیزیک نشانه هایی رو میبینیم، همون جوری که در اسلاید قبلی هم بهش اشاره شد. این اثری که ما میخوایم ببینیم در واقع اثر فیزیک در پدیده های زیستیه، پس ما میخوایم بریم سراغ پدیده های زیستی و اثرات فیزیک رو توی اونها بررسی کنیم. خب اولین چیزی که ما به عنوان واحد حیات باید بشناسیمش، که خیلی وقتا سلول توصیف شده یا یاخته، تشکیل شده از مجموعه ای از ترکیبات شیمیایی که ما بهشون مولکول میگیم. این مولکول ها در حوزه عمل زیستی به دو دسته مولکول های کوچک و مولکول های بزرگ طبقه بندی میشن که ما چون در حوزه زیست شناسی هستیم بهشون میگیم بیو، ماکرو مولکول ها، زیست مولکول های درشت. پس ما اول میخوایم بپردازیم به مولکول های کوچک و بعد میخوایم بپردازیم به مولکول های درشت در زیست شناسی و با منظر فیزیکی. اما اصلی ترین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که یک مولکول چجوری به وجود میاد، چگونه از پیوستن حداقل دو و شاید چند اتم که ممکنه مقدارش هم خیلی طولانی باشه یک مولکول درست بشه. جواب موضوع بسیار ساده ایه، چیزی تحت عنوان پیوند. تعریفی که ما از پیوند سراغ داریم همواره تعریفی نامشخص و گنگ بوده، به خاطر اینکه ما شروع این موضوع رو انقدر بنیادی و عادی میدونستیم که هیچ وقت به خودش فکر نکردیم. اساساً دو دسته پیوند وجود داره، پیوندهایی که ما تحت عنوان پیوندهای شیمیایی اونها رو تعریف میکنیم و پیوندهایی که تحت عنوان پیوندهای فیزیکی تعریفشون میکنیم. تعریف پیوند فیزیکی و شیمیایی و تفاوت پیوند فیزیک و شیمیایی با هم به سادگی تفاوت علم شیمی و علم فیزیک. ما کی در مطالعه یک پدیده به خودمون میگیم که داریم شیمی رو بررسی میکنیم و اون پدیده رو از دیدگاه شیمیایی بررسی میکنیم؟ وقتی اتفاقی تحت عنوان تبادل الکترون وجود داشته باشه، وقتی ما یک بدبستان الکترونی بین دو تا اتم رو داریم، یکی الکترونی رو میده و دیگری الکترونی رو میپذیره،
اتفاقی که داره میفته یه اتفاق شیمیایی خواهد بود و در مثال ما پیوند ما یک پیوند شیمیایی خواهد. سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که خب خیلی طبیعیه که دوتا ماده که با هم دیگه الکترون رد و بدل کردن با هم دیگه پیوند بدن و در کنار هم بمونن. چیزی که ما تا حالا ازش یاد کردیم تحت عنوان پیوند کووالان که هیچ وقت به ساختار اسمی که با هم حفظ کردیم دقت نکردیم. والان یعنی ظرفیت، کووالان یعنی هم ظرفیتی. در واقع در ساختاری که ما توش پیوند کووالان داریم دو تا عنصری که با هم دیگه پیوند میدن یکیشون الکترون رو در جایگاه دیگری و اون دیگری الکترون خودش رو در جایگاه اولی به اشتراک میذاره. پس هم الکترون هم اتم سمت راست و هم اتم سمت چپ ولنسی رو، جایگاهی رو، ظرفیتی رو به اشتراک میذارن. پس میشه پیوند هم ظرفیتی. داشتیم میگفتیم که وقتی که الکترون ها رد و بدل میشن بین دو تا ماده پیوند هم ظرفیتی یا پیوند کووالان درست میشه که پیوند شیمیایی. توقع جز اینم نمیره که این دو تا اتم ما از الان به بعد در کنار همدیگه بمونن. بدیهیه به خاطر اینکه الکترون به اشتراک گذاشتن. ولی چطور وقتی ما الکترون رد و بدل نمی کنیم که تعریف پیوند فیزیکیه، هر پیوندی بدون رد و بدل کردن الکترون میتونن در کنار هم قرار بگیرن؟ اسم پیوندهای فیزیکی در بسیاری از منابع اصلا پیوندهای الکتروستاتیکه. استاتیک یعنی استاده، الکترو داره نگاه ما رو معطوف میکنه به الکترون ها، یعنی پیوندی که در اون الکترون ها از جای خودشون حرکت نمی کنن و در جای خودشون ایستادن. چه دلیلی وجود داره دوتا ماده بدون رد و بدل کردن الکترون با همدیگه بیان و وارد پیوندی بشن که از الان به بعد ما میخواییم اسمشو بذاریم پیوند الکتروستاتیک؟ ما باید برای توجیه رخداد پیوند الکتروستاتیک دنبال دلیل جذب این دوتا سیستم به همدیگه باشیم که در مثال ما دوتا اتم هست. برای اینکه این جاذبه رو ما بتونیم پیدا کنیم که از چه نوعیه باید با انواع جاذبه آشنا بشیم. ما چند جور جاذبه در اطراف خودمون سراغ داریم؟ بدیهن اولین جاذبهی که به ذهن شما میرسه جاذبهیه که تحت عنوان جاذبه گرانشی به ما معرفی شد. جاذبه گرانشی که خیلی وقتا با جی نمایشش میدیم برابر است با مقدار نیرویی که بین دو تا جسمه و یک جی براش تعریف میشه. این نیرو با مجذور فاصله بین دو تا جسم رابطه عکس داره. قاعدتاً میفهمید که هر چقدر فاصله بیشتر بشه یعنی بزرگی جاذبه ما داره کمتر میشه و البته این بزرگتر شدگی رابطهش با جاذبه یک رابطه از جنس درجه دوه و در صورت کسر میخوایم جرم دو تا ذره رو بذاریم. چرا یه جرم با ام کوچیک نشون میدیم و یه جرم با ام بزرگ؟ به خاطر اینکه همواره در مواردی که ما نیروهای جاذبه رو محسوس احساس میکنیم جرم یکی از این دو عضو که به هم دیگه جذب میشن خیلی کوچولو و جرم دیگری خیلی بزرگه. ساده ترین مثالش خود شما هستین با جرم کمابیش کوچک در برابر جرم بسیار بزرگی به نام زمین که با ثابت 9.8 متر بر مجذور ثانیه شما رو جذب میکنه و خب فاصله هم که فاصله مشخصیه. این جاذبه گرانشی آیا میتونه جاذبه‌ای باشه که دلیل برقراری پیوند الکتروستاتیک باشه؟ دلیل برقراری به هم نزدیک شدن و در کنار هم ماندن دو تا اتم خیلی کوچولو باشه که مثل شما که الان در برابر جرم بزرگی مثل زمین قرار دارین در برابر جرم بزرگی مثل زمین قرار دارن؟ بدیهن جواب ما نه. جاذبه گرانشی یکی از انواع جاذبه است ولی دلیل پیوند الکتروستاتیک نیست. جاذبه دیگه‌ای که در موردش میتونیم صحبت کنیم جاذبه‌ایه تحت عنوان جاذبه هسته‌ای. یه مقدار به نظر اغوا کننده تر میاد. جاذبه هسته‌ای جاذبه‌ایه که فقط و فقط در فاصله های کوچیکتر از 10^-25 متر خودش رو نشون میده. فاصله‌ای که ما به یک پریون بعضی وقتا ازش یاد میکنیم. اگر چند لحظه با خودتون فکر کنید به نظر شما جاذبه هسته‌ای میتونه دلیل نزدیک شدن دو تا اتم به هم دیگه باشه؟ توجهتون رو به این 10^-25 متر جلب میکنم. فاصله‌ای که در هیچ جای کائنات بین هیچ دو ذره‌ای ممکن نیست به این حد ناچیز برسه مگر در بین ذرات بنیادی سازنده هسته، پروتون‌ها، نوترون‌ها، دیگر کوارک‌ها. این جاذبه در داخل هسته وجود داره، واسه همین هم اسمش جاذبه هسته‌ایه.
ولی ما داریم در مورد نزدیک شدن دو تا اتم در پیوند الکتروستاتیک به همدیگه صحبت میکنیم. فاصله بین دو تا اتم میلیاردها میلیارد بار بزرگتر از فاصله پریونی ذرات سازنده داخل هسته هستند. پس باید در مورد جاذبه هسته‌ای هم این موضوع رو یادآور بشیم که نمیتونه عامل برقراری پیوند الکتروستاتیک باشه. جواب ما سومین جاذبه است که آخرین نوع جاذبه هم هست که در موردش صحبت میکنیم. جاذبه که اسمش هم دقیقا مشابه پیوند ماست، یعنی جاذبه الکتروستاتیک. جاذبه که خیلی وقتا با این نشونش میدن و یک ها براش تعریف میشه که در ادامه حاصل ضرب بار دو تا ذره بر مجذور فاصله اونها در مخرج که رابطه معکوس باش داره میاد. هر چقدر بار دو تا ذره دو باری که از همدیگه جدا شدن بزرگتر باشه و قاعدتاً یه ثابت بنیادین هم براش تعریف میشه که متأثر از فاکتورهای زیادی مثل ثابت دیالکتریک محیط و عوامل دیگه است که الان وقت صحبت کردن در موردشون نیست، این دو ذره همدیگه رو جذب میکنن. جواب ما جاذبه الکتروستاتیکه. جاذبه الکتروستاتیکی که میتونه علت برقراری پیوند فیزیکی یا همون پیوند الکتروستاتیک ما باشه. اما سوالی که از الان به بعد میتونیم بکنیم اینه که چه کسانی حاضرن بیان در این پیوند الکتروستاتیک شرکت بکنن؟ کسانی که ما از الان بهشون عملگرهای پیوندهای الکتروستاتیک یا اینتراکتورهای پیوند الکتروستاتیک میگیم. اولین جواب ما، اولین کسی که حاضره در این پیوند شرکت کنه که خیلی هم راحت به ذهن متبادر میشه، ذرات باردار یا چارج ها هست. چارج ذره ایه که یک الکترون حداقل یا بیشتر داده یا گرفته. در واقع یک ذره باردار یه سی یا بار داره که یک عدد صحیحه یا بزرگتر از یک یا کوچکتر از یک. این یه قرار داده که اگر ما الکترونی به ذره داده باشیم مثلا براش چارج منفی یک، و اگر الکترون ازش گرفته باشیم براش چارج مثبت یک رو قائل میشیم. این قرارداد ممکن بود روز اولی که این بارها داره به ذرات باردار داده میشه این اعداد برعکس باشن، یعنی اگه بار منفی به ذره ما میدادیم منظورمون بود که الکترون داده. حالا قرارداد الان اینه. در دسته دوم ذراتی که ممکنه شرکت بکنن در پیوند الکتروستاتیک ذراتی هن که بهشون میگیم دایپول. دایپول پارامتر فیزیکی که برای ذره چارج سی اون بود، یعنی بارش بود، پارامتر فیزیکیش پارامتریه که ما تحت عنوان پی یا پولاریته ازش یاد میکنیم. همینجا لازمه که ما در مورد پولاریته یا قطبیت صحبت کنیم. قطبیت چیه؟ اگر شما تصور بفرمایید که یک مولکول فرضی مثلا با یک هندسه خیلی ساده شبیه شکلی که میکشم دور خودش فضایی رو داشته باشه که حضور الکترون‌هاش در اون فضا بیشتره و ما به این فضا بگیم ابر الکترونی، مادامی که توزیع این ابر الکترونی بر اساس محورهای مختلف یه توزیع متقارن باشه، ترکیب ما از لحاظ قطبی ترکیب قابل بررسی نیست. به زبون ساده تر دو قطبی نیست. اما یه دلیلی مثلا استقرار یک اتم الکترونگاتیو در یک سمت این ترکیب ممکنه شکل ابر الکترونی ما رو از الگوی متقارنی که داره خارج بکنه و به یه شکل نامتقارن در بیاره، شبیه چیزی که دارین توی شکل می‌بینید، یعنی به یک سمت کشیده شده. هر چقدر این به هم ریختگی بار ما که در یک سمت بار منفی به خاطر حضور الکترون و در یک سمت بار مثبت به خاطر عدم حضور الکترون رو ما داریم توش میبینیم بیشتر باشه، ترکیب ما دو قطبی تر. به عبارت ساده تر ما میتونیم بگیم که یه ترکیب دو قطبی برای اندازه‌گیری پی یا پولاریتش یا قطبیتش از پارامتری تبعیت میکنه به نام میو یا مومان دو قطبی که برابر است با حاصل ضرب بزرگی بارهای از هم جدا شده که اینجا بهش میگیم کیو، ضرب در فاصله بین اون بارها. تعبیر خیلی ساده ای که میتونیم برای میو داشته باشیم و به ما کمک کنه که هیچ وقت میو رو از یاد نبریم اینه که بگیم میو یا مومان دو قطبی خیلی شبیه دلتنگیه.
هرچقدر دو موجود، دو کس، دو فردی که هم دیگر رو دوستتر می‌دارن، بیشتر از هم دور بشن و دیه بزرگتری بین اونها حادث بشه، دلتنگترن. و هرچقدر علاقه‌ای که بین اون دو تاست بزرگتر باشه، هم دلتنگترن. پس یک کیو بزرگ، یعنی بارهای بزرگی که از هم جدا شدن، و یک دیه بزرگ فاصله زیاد، منجر به درست شدن میو بزرگ میشه، یعنی مامان دو قطبی بالا. ترکیبی که مامان دو قطبی بالا داره، قطبیت بالا. اما پارامتر فیزیکی دیگه‌ای که یک ترکیب دو قطبی داره و یک ترکیب باردار یعنی چارج نداشت، پارامتریه به نام زاویه. چرا ما برای ترکیب باردار یعنی چارج زاویه رو قائل نبودیم؟ به خاطر اینکه هندسه ترکیب چارج ما، ترکیب باردار ما، یه هندسه کرویه و برای کره مفهومی تحت عنوان زاویه اصلا متصور نیست. در حالی که همونجوری که توی این شکل قرمز شده شما دارید میبینید، برای یک ترکیب دو قطبی این موضوع مطرحه که آیا به ترکیب دیگر داره از سر مثبتش نزدیک میشه یا از سر منفیش، و همین باعث میشه که ما براش زاویه قائل بشیم. دسته سوم ترکیباتی که ما در حوزه ترکیبات الکتروستاتیک یا اینتراکتورهای الکتروستاتیک میتونیم نام ببریم، که دسته آخره این ترکیبات هستن، ترکیباتی هستن تحت عنوان ایندیوست دایپول یا دو قطبی القایی. این ترکیبات به خودی خود القا پذیر هستن، ولی به خودی خود دو قطبی نیستن. به عبارت ساده تر، اینا ترکیباتی هستن که شبیه شکل اولی که با قلم مشکی کشیدیم، ابر الکترونیشون به طور متقارن توضیح شده. اما این قابلیت رو دارن که با یک تحریک، مثلا نزدیک شدن یه ترکیب باردار دیگه که حالا میتونه دو قطبی باشه یا باردار باشه، با نزدیک شدن یه ترکیب باردار یا فعال الکتریکی دیگه، ابر الکترونیش به هم بریزه و در لحظات تحریک رفتاری داشته باشه شبیه یه ترکیب دو قطبی. ما به این ترکیبات میگیم دو قطبی های القایی، و وقتی القا بشن شبیه یک ترکیب دو قطبی، پ یعنی پولاریتی و تتا یعنی زاویه خواهند داشت. ولی دقت کنید، یه شرط اول کار بود، وقتی که القا بشن. چون قبل از القا شدن ما پارامتر دیگه‌ای رو برای اونا باید توصیف کنیم تحت عنوان آلفا یا القا پذیری، به خاطر اینکه هر ترکیب القا پذیری به راحتی ترکیب دیگه ممکن القا نشه. بعضی آلفاشون بالا، بعضی آلفاشون پایینه. چیزی که بدیهیه اینه که مقدار عددی آلفا چیزی بین 0 و 1، چیزی بین 100% و 0. و هر چقدر مقدار آلفا بالاتر باشه، یعنی به یک نزدیکتر بشه، رفتار ترکیب دو قطبی القایی ما شبیه یک رفتار دو قطبی عادی میشه. شما تصور بفرمایید خود یک بشه، یعنی دیگه آلفا وجود نداره و ما فقط پ و تتا در واقع قطبیت و زاویه رو داریم، یعنی ترکیب ما دو قطبی میشه. اما اگر آلفا کوچکتر از یک باشه، یعنی زحمتی باید ترکیب ثانویه به خودش بده برای القا کردن. پس به زبان ساده تر، ما برای ترکیبات باردار فقط چارج رو داریم، برای ترکیبات دو قطبی قطبیت اونها و تتای اونها رو داریم، و برای ترکیبات دو قطبی القایی قطبش پذیری یا آلفا، پولاریتی یا قطبیت، و تتا یا زاویه رو داریم. ما به قطبش پذیری همواره میگیم پولار ابیلیتی، در حالی که به قطبیت فقط میگفتیم پولاریتی. فرق این دوتا پارامتر ساده فیزیکی رو که مطرحن برای ترکیبات دو قطبی القایی در ذهن خودتون داشته باشید. پس به زبان ساده تر، ما در اسلاید قبلی با هم دیگه دیدیم که ما در بین ترکیبات مختلف فقط 3 دسته ترکیب، یعنی چارج ها، دیپول ها و نهایتاً این دیوست دیپول ها رو داریم که حاضرن در پیوند های الکتروستاتیک شرکت کنن. پس اگر بخوایم پیوند دوگانه بین این ترکیبات قائل باشیم که برقرار بشه، 6 جور پیوند برای ما معرفی میشن. پیوندی بین دوتا چارج سی سی، پیوندی بین دوتا دو قطبی دی دی، پیوند بین دوتا دو قطبی القایی یعنی آی دی آی دی، از طرف دیگه پیوند بین یک چارج و یک دو قطبی سی دی، پیوند بین یک دو قطبی و یک دو قطبی القایی دی آی دی، و نهایتاً پایان کار پیوند بین یک چارج و یک دو قطبی القایی یا سی آی دی.
چیزی که ما اینجا داریم شش پیوند کلاسیک الکتروستاتیکه. بنا شد که ما انواع پیوندهای الکتروستاتیک رو و نحوه برقرار شدن اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس ما الان این شش پیوندی رو که درشون موادی که شرکت میکنن که بهشون میگیم عملگرها الکترون رد و بدل نمیکنن یک به یک معرفی میکنیم و در مورد استحکامشون صحبت میکنیم. شاید بهتر باشه که همینجا به ترتیب این استحکام بیایم و این پیوندها رو مطرح بکنیم. هر چقدر پیوندی محکمتر باشه رتبه بالاتری ما بهش میدیم. همین ابتدای کار محکمترین پیوند ما پیوند سی سی خواهد. پیوندی که همون جوری که یادتونه هر دوتا عضو پیوند دهنده ما یعنی هر دوتا عملگرهای ما چارج هستن و چارج فقط کیو داره. استحکام این پیوند که تحت عنوان انرژی پیوندی خوانده میشه برابر است با یک عدد ثابت که اونجا تحت عنوان کا ازش صحبت کردیم، میتونیم فقط اپسیلون رو بنویسیم، در بار ذره اول ضرب در بار ذره دوم تقسیم بر فاصله اونها. لطفاً سوال ایجاد شده در ذهنتون که چرا R در این رابطه توان دو نداره رو در ذهنتون همچنان نگه دارین، چون در ادامه وقتی بقیه پیوندها رو با انرژیاشون میگیم این سوال شما جواب داده خواهد شد. پس ما میایم سراغ فهرست 6 تایی پیوندامون و سی سی رو خط میزنیم. الان بین پیوندهای 5 تایی باقی مونده کدوم قوی تره؟ من فکر میکنم همه شما با این موضوع موافقین که بریم سراغ سی دی. چرا سی دی؟ به خاطر اینکه حداقل یک طرف پیوند ما یه چارجه و طرف دیگه دیپوله. پس استحکام این پیوند که با انرژی پیوندی نشون میده برابر است با همون اپسیلونی که در موردش صحبت کردیم، بار ذره اول ما که سیه در، ولی ذره دوم ما که بار نداره، ذره دوم دو قطبیه، پس ضرب در پی ذره دوم. و چون ذره دوم ما همونجوری که تو پارامتراش در اسلاید قبلی هم اشاره کردیم، ملاحظه بفرمایید یه ترکیب دو قطبی قطبیت داره و زاویه، اینجا باید به زاویه هم اشاره کنیم. پس به نحوی ما زاویه را مثلا با آوردن تابع کوسینوسی دخیل میکنیم. تقسیم بر فاصله که هر چقدر زیادتر بشه پیوند ما سست‌تر میشه، اما فاصله خودش رو با توان دو اینجا نشون میده. این یعنی حساسیت بیشتر از فاصله. شما در پیوند اولیه یعنی پیوند سی سی که همون پیوند معروف یونیه، یعنی بین دو تا ذره باردار ان آی مثبت و سه ال منفی، دو برابر شدن فاصلتون یک دوم میکرد استحکام پیوند شما رو، ولی همینجا دو برابر شدن فاصله شما یک بر روی دو به توان دو یک چهارم پیوند شما رو سست‌تر میکنه. بریم سراغ پیوند بعدی از بین این چهارتا. نظر شما چیه؟ میتونیم به پیوند دیپول دیپول فکر کنیم که هر دو طرفش دوتا دو قطبی هست، و میتونیم به پیوند سی آی دی فکر کنیم. چرا به سی آی دی؟ چون حداقل یه طرفش سیه. فکر منطقیه که سی آی دی در این رتبه بندی بیاد و رتبه سوم رو بگیره، ولی واقعیت اینجاست که سی آی دی به خاطر اینکه یکی از عناصر پیونده در اون آی دیه که آی دی هم آلفا داره، یعنی قطبش پذیری داره و ممکنه قطبش پذیری علاوه بر عددی خیلی مقدار کوچیکی باشه، صلاحیت اینو نداره که رتبه 3 رو احراز کنه. ما رتبه 3 رو میدیم به پیوند دی دی که حداقل هر دو عضو پیوند دهندش دو تا دو قطبی هن که هیچ شرط ابتدایی برای پیوند دادن ندارن. انرژی این پیوند برابر است با یه ثابت اولیه، هم ذره اول و هم ذره دوم پولاریته دارن و چون هر دو تا زاویه دارن ما یک تابعی رو تحت عنوان تابع زاویه‌ای برای این پیوندها تعریف می‌کنیم که از ترکیب این دو تا هر دو تا عضو ما بتونن زاویه خودشون نشون بدن تقسیم بر، فکر می‌کنم منتظر توان باشید، تقسیم بر R3. این بار حساسیت پیوند ما یعنی پیوند دو قطبی دو قطبی باز هم به فاصله بیش از پیش. فکر می‌کنم رتبه های بعدی پیوند های باقی مونده خیلی ساده تر باشن، چون هر سه تا عضو آیدی یعنی عضو دو قطبی القا پذیر رو در خودشون دارن، ولی یکی چارج قوی، یکی دیپول نسبتاً قوی و نهایتاً یکی یه آیدی دیگر رو داره. پس رتبه چهارم حالا با خیال راحت داده میشه به سی آیدی. استحکام پیوند علاوه انرژیایی برابر است با یه اپسیلون ثابت
چون چارج داریم، کیو براش قائلیم چون دو قطبی داریم، هم دو قطبی القایی داریم، هم آلفا براش قائلیم و هم پولاریته. و چون فقط یکی از این عناصر زاویه داره، دیگه ما احتیاج به فاکتور ترکیبی زاویه‌ای نداریم و فقط کوسینوس زاویه که چارج با اون زاویه نزدیک میشه به آیدی برای ما کافیه. فاصله همچنان رابطه معکوس داره و الان نوبت توانه 4. رتبه پنجم برای رتبه بندی پیوند ها میرسه به دی آیدی و ششم آیدی آیدی. بیاین روابط اونا رو هم بسازیم با هم دیگه. خیلی شیرینه که آدم موقع خوندن یک پدیده بیاد و برای اولین بار رابطه ای رو که منتظره خودش درست کنه. انرژی ما برابر است با قاعدتاً یه اپسیلون، هر دوتا دو قطبی هن، پس هم اولی و هم دومی قطبیت براشون باید بیاد، اما یکیشون غیر از قطبیت آلفا هم داره، هر دو زاویه دارن، پس به جای کوسینوس باید ما در واقع یک فاکتور ترکیبی از زوایای هر دوی اونا بذاریم و شما به من بگید که آر باید چه توانی داشته باشه. نهایتاً رتبه ششم که سوسترین پیوند الکتروستاتیک ماست، پیوند آیدی آیدی بین دو تا دو قطبی القاییه، اپسیلون حاصل ضرب قطبیت دو ذره، حاصل ضرب قطبش پذیری دو ذره، فاکتور زاویه ای برای زاویه نزدیک شدن دو تا ذره به هم و آر 6. بین این پیوندها، پیوند سی سی محکم ترین و پیوند آیدی آیدی سست‌ترین پیوند ماست. مبحث پیوندهای الکتروستاتیک یکی از جذاب‌ترین مبحث‌ها در کنکور هم هست. بارها از این پیوند که استحکامش با فاصله چه رابطه‌ای داره در سوالات کارشناسی ارشد استفاده شد. اما غیر از پیوندهای ششگانه‌ای که ما اینجا نام بردیم، یعنی به ترتیب پیوند سی سی، سی دی، دو قطبی دو قطبی، بار دو قطبی القایی، دو قطبی و دو قطبی القایی و نهایتاً دو تا قطبی القایی با هم دیگه، هنوز پیوندهای دیگه‌ای هستن که در فهرست پیوندهای الکتروستاتیک هستن، ولی نه پیوندهای کلاسیک الکتروستاتیک. منظور من اشاره به پیوندی تحت عنوان پیوند هیدروژنی، پیوند دیگری تحت عنوان پیوند واندروالسی و رابطه بسیار سستی که خیلی وقتا به غلط بهش پیوند گفته میشه ولی ما ترجیح میدیم بهش بگیم اندرکنش هیدروفوبی. ما پیوندهای کلاسیک الکتروستاتیک، یعنی پیوندهای شیشگانه اسلاید قبلی آشنا شدیم. الان میخوایم بریم سراغ پیوندهای غیر کلاسیک الکتروستاتیک که اولیشون پیوندیه که تحت عنوان پیوند هیدروژنی ازش یاد میشه. پیوند هیدروژنی چه پیوندیه؟ آیا پیوند هیدروژنی پیوندیه که هیدروژن توش داره؟ مثلا پیوند هاشتوی پیوند هیدروژنی؟ نه، پیوند هاشتوی پیوند کوبالان اصلا پیوند فیزیکی نیست. پیوند هیدروژنی برای برقراریش شرایط خاصی داره. تصور بفرمایید در یک مولکول زیستی ما در یک سر یک اتم الکترونگاتیو داشته باشیم، اتم X. اتم الکترونگاتیو به خاطر ماهیت الکترون دوستی که داره چه بلایی سر ابر الکترونی مولکول خودش میاره؟ ابر الکترونی رو میکشه سمت خودش و ما اینجا فراوانی ابر الکترونی یا جزیی بار منفی داریم. از سوی دیگه مولکول دیگه ای رو تصور بفرمایید که اون مولکول هم در ساختمان خودش اتم الکترونگاتیو داره، ولی به این اتم الکترونگاتیو یه دونه هیدروژن متصله. ما به این اتم الکترونگاتیو ثانویه میگیم اتم الکترونگاتیو وای. این اتم چه بلایی سر ابر الکترونی مولکول خودش میاره؟ این اتم هم ابر الکترونی رو روی خودش جمع میکنه. در واقع از همه مولکول ابر الکترونی رو میگیره و روی خودش جمعش میکنه. پس هیدروژن ما به عنوان یکی از اتم های این مولکول که به رفتار الکترون دوستی شدید این اتم الکترونگاتیو وای دوچاره، الکترون ها ازش کم میشه و دارای جزیی بار مثبت میشه. اتفاقی که برای ما میفته اینه: هیدروژن اگر در فاصله مناسبی با این اتم الکترونگاتیو قرار بگیره، یه جاذبه الکتروستاتیک بینشون برقرار میشه که خیلی وقتا با سه تا خط موازی نمایشش میدن که بهش میگن پیوند هیدروژنی.
پیوند هیدروژنی برای استحکام متأثر از الکترونگاتیو بودن ایکس و وای ساده از هر چقدر ایکس الکترونگاتیو تر باشه ابر الکترونی بزرگتری رو روی خودش جمع میکنه و اینجا جاذبه منفی بیشتر میشه. هر چقدر وای الکترونگاتیو تر باشه از طرف دیگه بیشتر از اچ الکترون میگیره و الکترون داره جاذبه مثبت بیشتر میشه و این جاذبه‌ای که بین این دوتا برقرار خواهد شد جاذبه شدیدتری خواهد بود. ولی فقط میزان الکترونگاتیویته وای و ایکس تعیین کننده استحکام یک پیوند هیدروژنی نیستن. به زبان ساده تر بین همین ایکس با الکترونگاتیویته مشخص و همین وای با الکترونگاتیویته مشخص چند جور پیوند هیدروژنی ممکنه برقرار بشه. چرا؟ چون دو فاکتور فاصله از یک طرف و زاویه از طرف دیگه برای پیوند هیدروژنی متصور. فاصله بهینه فاصله ایه که فاصله XH در اون تقریبا برابره یک پیوند استاندارد کووالان باشه. هر چقدر از این فاصله بیشتر بشیم در واقع ما فاصله های نامطلوب داریم میرسیم و زاویه خوب زاویه ایه که X H Y در راستای هم باشن، یعنی این زاویه بین اینها تقریبا برابر 180 درجه باشه. هر چقدر خمش در این رابطه اتفاق بیفته، یعنی اینجا x h y خم بشن، از زاویه مطلوب ما فاصله میگیریم. ما به این دوتا اتمی که اینجا قرار گرفتن که یکی الکترونگاتیوی بود که هیدروژن داشت میگیم دهنده هیدروژن و به دیگری که هیدروژن رو گرفت میگیم پذیرنده هیدروژن. اصطلاحی که برای این دوتا اتم الکترونگاتیو یعنی x و y وجود داره اصطلاحیه که ما به y همونجوری که گفتیم میگیم دهنده یا دانر یا H دانر دهنده هیدروژن و به X میگیم پذیرنده یا پذیرنده هیدروژن یا H اکسپتر. همون جوری که دیدین ما گفتیم دو تا فاکتور زاویه و فاصله برای برقراری پیوند هیدروژنی قابل تصوره. رو همین حساب ما 4 تیپ پیوند هیدروژنی رو میتونیم تعریف کنیم. به چه شکل؟ اگر ما بپذیریم که فاصله ها به شکل خیلی ساده فاصله هایی که میتونن منجر به پیوند بشن به دو دسته فاصله های خوب و بد طبقه بندی بشن، فاصله های خیلی خوب، فاصله هایی که نسبتا خوبن، برای همین ما اسمشون رو میذاریم بد ولی منجر به برقراری پیوند هیدروژنی میشن، و زاویه ها به همین ترتیب به دو دسته خوب و بد تقسیم بشن، ما بر اساس زاویه و فاصله میتونیم فرض کنیم پیوند هیدروژنی رو که هم زاویه و هم فاصله تشکیل اون زاویه و فاصله مطلوبی باشه. بهش میگیم پیوند هیدروژنی ناحیه اول، و پیوندی رو میتونیم تصور کنیم که نه زاویه خیلی مطلوبی داشته باشه و نه فاصله خیلی مطلوبی. شاید این سوال پیش بیاد که اگه نه فاصله خوبه نه زاویه اصلا چرا این پیوند باید برقرار بشه؟ پیوند برقرار میشه ولی نه به شکل خیلی خوب. زاویه و فاصله بد نیستن الزاما، خیلی مطلوب نیستن. پس این وسط ناحیه دوم و سوم قاعدتاً یکیشون زاویه خوب و فاصله بد داره و دیگری فاصله خوب و زاویه بد. ولی اگر رابطه استحکامی بین این پیوندها برقرار باشه، یعنی پیوند نوع اول از پیوند نوع دوم و پیوند نوع دوم از پیوند نوع سوم مستحکم تر باشه، الان که دو و سه باقی موندن یعنی دو از سه مستحکم تره، کی رتبه دو رو میگیره؟ اونی که فاصله بد داره و زاویه خوب، یا اونی که فاصلهش خوبه و زاویهش بده؟ جواب سوال اینه، پیوندی که فاصلهش کمابیش خوبه ولی زاویه خیلی خوبی نداره محکمتر از پیوندیه که زاویهش خوبه ولی فاصلهش خوب نیست. این موضوع خیلی راحت قابل بحثه. شما فرض بفرمایید که اچ دانر و اچ اکسپتور ما دقیقا زاویه 180 درجه داشته باشن ولی فاصلهشون انقدر با هم زیاد بشه که اصلا جاذبه بین اونها قابل برقراری نباشه. و این چه پیوندیه؟ چطور میتونه تشکیل بشه؟ پس بین زاویه و فاصله اونی که اهمیت بیشتر داره فاصله است، و پیوندی که فاصلهش تأمین میشه و حالا زاویهش تمام و کمال تأمین نمیشه رتبه دوم رو میگیره، و برعکس اونی که زاویهش خوبه اما فاصله خیلی خوب نیست رتبه سوم و نهایتا رتبه چهارم که خیلی جای بحث نداره. چیزی که اینجا ما داریم میبینیم تحت عنوان پیوند هیدروژنی که یکی از رایج‌ترین پیوندهاست که من خیلی زود وقتی پیوندها تموم شد میرم سراغش و میبینید که در داخل سیستم‌های زیستی چقدر این پیوند هیدروژنی حرف برای گفتن داره یاد میشه. اما پیوند
بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم که اگر بشمریم ما 6 تا پیوند الکتروستاتیک تا حالا یاد گرفتیم به عنوان پیوندهای کلاسیک و هفتمی هم که پیوند هیدروژنی بود، پیوندی تحت عنوان پیوند واندروالز. پیوند واندروالز چیه؟ پیوند واندروالز یکی از سخت‌ترین پیوندهای الکتروستاتیک برای تشکیل شدن.